فقط خبر. جزئیات تازه از دستگیری روح الله زم، منبعی در دولت عراق به بی بی سی فارسی گفت بغداد مدیر آمد نیوز را دستگیر و تحویل ایران داده. سفر هیئت بلندپایه آمریکایی به آنکارا برای ترغیب ترکیه به پایان عملیات نظامی در شمال سوریه. اردوغان میگوید جنگ ادامه می‌یابد. توافق اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر برگزیت، شریک ایرلندی دولت بوریس جانسون میگوید از توافق حمایت نمی‌کند. و افزایش تلفات غیر نظامی در افغانستان، سازمان ملل میگوید شمار کشته شدگان در 3 ماه گذشته 42% بیشتر از مدت مشابه پارسال است. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. یک منبع آگاه در دولت عراق به بی بی سی فارسی گفته که روح الله زم از گردانندگان کانال تلگرامی آمد نیوز توسط دستگاه اطلاعاتی عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شده. این منبع همچنین به بی بی سی گفته که آقای زم بیش از 1 روز در بازداشت دستگاه اطلاعاتی عراق بوده و سپس مطابق موافقتنامه استرداد مجرمان به دولت ایران تحویل داده شده. سپاه پاسداران روز دوشنبه از بازداشت آقای زم طی یک عملیات پیچیده و با فریب اطلاعاتی خبر داده بود. خبرنگار ما مهداد فرهمند اینجاست. مهداد، تو با مسئولان عراقی صحبت کردی. این در واقع مسئله استرداد مجرمان یا اون توافقنامه‌ای که بین کشورها وجود داره، بین عراق و ایران هم هست، اما در اکثر موارد شامل موارد سیاسی نمیشه. درسته، و همین موافقتنامه میان ایران و عراق که 8 سال پیش بسته شده، در اون زمان زیر فشار آمریکایی‌ها بندی هم توش گنجاندند که بنابر اون مجرمان سیاسی قابل استرداد به ایران نیستند، چرا که آمریکایی‌ها نگران بودند که مبادا دولت عراق مجاهدین خلق رو در این کشور دستگیر کنه و تحویل ایران بده. اما به نظر می‌رسه که شاید از اون تعریفی که ایران برای مجرمان سیاسی داره و همه رو امنیتی قلمداد میکنه و اساساً مجرم سیاسی رو به رسمیت نمیشناسه و هم تا هنوز تعریف حقوقی براش در نظر نگرفته، بنابر اون تعریف رفتار کردن. یعنی عراقی ها هم بنابر همین تعریف رفتار کردن و مانند مجرم امنیتی و نه سیاسی آقای زم رو تحویل ایران دادند. نکته دیگه که میشه در مورد این موافقتنامه مطرح کرد این هستش که اصولا در کشورهای مختلف، حتی مثلا میان بریتانیا و آمریکا هم چنین موافقتنامه‌ای هستش و اینها که خیلی هم دو کشور نزدیک و متحدند، اما با حکم دادگاه فرد رو به انتقال میدن و این چیزی نیست که در عرض 20 ساعت و 36 ساعت و 1 روز و 2 روز انجام بشه. پس از بازداشت شخص اون رو نگه میدارن تا اینکه دادگاهی در این کشور حکم بده که آیا او قابل استرداد هست یا نه، و به نظر میرسه که چنین روندی درباره روح لازم اجرا نشده. در خصوص اینکه او چطور هم دستگیر شده، به نظر میرسه که با هماهنگی کامل دستگاه اطلاعاتی ایران و عراق بوده و بنابر اطلاعاتی که من دریافت کردم یک روند طولانی برنامه‌ریزی شده. بین 1 تا 1.5 سال پیش به من گفته شده که این برنامه‌ریزی طول کشیده تا صورت گرفته و حتی با هماهنگی با سفارت عراق در پاریس با هماهنگی برای آقای زم روادید عراق صادر کرده و آقای زم با روادید به عراق رفته و هنگامی که هواپیماش در فرودگاه بغداد بر زمین نشسته، ماموران اومدن در داخل هواپیما و پس از اینکه همه مسافران پیاده شدند، آقای زم رو پیاده کردند و سوار ماشین کردند از همون پای پله هواپیما و بردن به محل در واقع دستگاه امنیتی عراق و در اونجا همه ابزارهای ارتباطیش مانند ایمیل، واتساپ، تلگرام اینها رو تحت کنترل اونها بوده کامل، همه اطلاعات اینها رو گرفتن و ذخیره کردن و در این حال کسانی که ممکن بوده که با آقای زم تماس بگیرند و کنترل کردند و دنبال این بودن که ببینن منابعش کیند و به خصوص اینکه در ایران چه منابعی داره و سپس او رو از راه تحویل ایران دادن به، یعنی بعد از 36 ساعت ایشان در اونجا در بازداشت بوده و به ماموران ایرانی تحویل داده شده که از عراق از راه زمینی به ایران بردنش. ممنونم ازت مهداد. مهداد فرهمند همکارم. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا و مایک پومپو وزیر خارجه این کشور به ترکیه رفتند تا درباره اقدامات نظامی این کشور در سوریه مذاکره کنند.
آقای ترامپ به خاطر خارج کردن نیروهای آمریکایی با انتقادات شدیدی روبروست. برخی معتقدند این اقدام آمریکا به منزله دادن چراغ سبز به ترکیه برای آغاز عملیات نظامی علیه نیروهای کرد در شمال سوریه بود. همزمان ترکیه میگوید روسیه به آنکارا قول داده اجازه ندهد یگانهای مدافع خلق و جنگجویان پکاکا در مرز سوریه با ترکیه مستقر شوند. روسیه گفته تمام تلاشش را میکند تا دولت بشار اسد کنترل تمام و کمال مرزهای این کشور با ترکیه را به دست آورد. آنطور که علی همدانی در گزارشش میگوید پس از خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، کردها که در برابر بشار اسد و متحدانش مقاومت میکردند حالا راهی جز آمدن کنار آمدن با حکومت مرکزی در مقابل حملات ارتش ترکیه ندارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه این کشور هر دو برای مذاکره در آنکارا به امید گشایشی در بحران تازه. همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، خروجی به گفته مخالفان آقای ترامپ شتاب زده. آنقدر سریع که فرصت تخلیه انبارهای مهمات نبوده و به جایش این انبارها بمباران شدند. همزمان با تشدید بمباران‌های ترکیه در رأس العین، شهر در محاصره نیروهای متحده ترکیه. کردها میگویند شمار بسیاری از غیر نظامیان در این شهر گیر افتادند. تعداد قربانیان درگیری‌های چند ساعت گذشته هنوز مشخص نیست، اما تصاویری که رسانه‌های کرد منتشر کردند بدن‌های نیمه سوخته ای را در تنها بیمارستان فعال شهر نشان می‌دهد. در نخستین ساعات بامداد امروز نیروهای سوری تحت حمایت دولت ترکیه خانه به خانه به دنبال پیکارجویان کرد بودند. دولت ترکیه دیگر گروه خاصی را نشانه نمی رود. حمله اش را به طور کلی اقدامی علیه گروه های تروریستی کرد می نامد. و این تصاویر زنان کرد که دوشادوش مردان در مقابل حمله ترکیه مقاومت می کند. یادآور جنگ تن به تن با داعش در کوبانی. سرزمینی که بار دیگر از دیروز به صدر خبرها بازگشته. این خودروهای نظامی با پرچم‌های روسیه و سوریه در خیابان‌های کوبانی و منبج از فرصت استفاده کردند تا این شهرها را که پس از شکست داعش توسط نیروهای دموکراتیک کرد اداره می‌شد به نفع دولت بشار اسد پس بگیرند. با خروج آمریکا روسیه آمده. اردوغان در این تازه‌ترین نطق خود می‌گوید که تا زمانی که به گفته او منطقه امن با عمق 30 تا 35 کیلومتر در خاک سوریه ایجاد نکند به جنگ خاتمه نمی‌دهد. منطقه امن مد نظر آقای اردوغان یعنی تقریبا تمام مناطق کردنشین، یعنی این مناطق باید از 1 میلیون کرد ساکنش خالی شوند. بی بی سی مطلع شده که رجب طیب اردوغان نامه اخیر دونالد ترامپ را به سطل آشغال انداخته. نامه با لحنی عجیب، غیر دیپلماتیک و تند. تو نمیخوای مقصر اصلی سلاخی شدن هزاران نفر باشی و من نمیخوام مقصر نابود کردن اقتصاد ترکیه باشم. سخت نگیر، حماقت نکن. همزمان سازمان ملل متحد هم نسبت به آنچه فاجعه انسانی در این منطقه خوانده هشدار داده. در طول یک هفته گذشته بیش از 300 هزار نفر بی خانمان شدند در آستانه فصلی سرد. علی همدانی، بی بی سی. ساعتی پیش از همکارم بهمن کلباسی پرسیدم هدف معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا از سفر به آمریکا چیست؟ آقای پنس و آقای پومپئو هدفشون، مأموریتشون اینجا در ظاهر این است که دست کم بتونن آقای اردوغان رو راضی کنن که یک آتش بسی رو فعلا بپذیره و حتی قبل از اینکه آقای ترامپ این حرفایی که دیروز زد رو بزنه، این کار و این مأموریت بسیار مشکل بود و نشانه هایی که وجود داشت این است که ترکیه و رئیس جمهوری ترکیه آمادگی هیچ گونه آتش بسی رو فعلا ندارن و در نتیجه با حرفایی که آقای ترامپ زد از این هم مشکل تر شده، به تبع خاطر اینکه آقای اردوغان میتونه بگوید که رئیس خود شما میگوید این مسئله او نیست، مشکل او نیست، به او ربطی نداره، شما چرا آمدید اینجا خواستار دخالت هستید. در نتیجه مأموریت بسیار سختی است. بعضی میگن که ممکن است که، از این ناظران میگویند ممکن است که یک چراغ سبز آقای اردوغان نشون بدهد که شاید حاضر باشه تحت شرایطی آتش‌بسی رو بپذیره، ولی نه به سرعت و به خصوص نه قبل از اینکه با آقای پوتین
در روز 22 اکتبر هفته آینده دیدار بکنه. به همین جهت مشخص نیست که هیئت آمریکایی دقیقاً چه دستاوردی خواهد داشت از این دیدار. تصاویری همین چند دقیقه پیش منتشر شد از دست دادن آقای اردوغان با آقای پنس. آقای پومپئو اونجا نبود، ولی به هر حال این دیدار الان در جریانه. باید منتظر شد که ببینیم آیا آمریکایی‌ها میتونن یک دستاوری داشته باشن ازش یا نه. همزمان رسانه‌های آمریکایی گزارش کردند که رودی جولیانی وکیل آقای ترامپ پیگیر این بوده که پرونده هاک بانک ترکیه رو در آمریکا ببنده و همینطور فتح‌الله گلن مخالف سیاسی آقای اردوغان رو برگردونند به ترکیه. راجع به اون چه میدونی؟ یه مجموعه ای از پیوندها بین آقای جولیانی وکیل آقای ترامپ وجود داره با ترکیه و با پرونده های مربوط به ترکیه در آمریکا که هر روز گزارش های بیشتری ازش منتشر میشه و مهمتر میشه وقتی که رسانه های آمریکا خبر دادن که خود آقای ترامپ هم در مواردی با لابیگری آقای جولیانی وکیلش همراه شده، هم در مورد اینکه پرونده رضا زراب بسته بشه خود آقای ترامپ دخالت کرده و البته موفق نبوده چون وزیر وقت خارجش مخالفت کرده بوده، و همچنین همین تلاش برای اینکه پرونده بانک هالک هم به جریمه و اینها نکشه که اونم دو روز پیش دیدیم که تصمیم گرفتن پرونده‌اش رو باز بکنن و پیگیری بکنن جریمه رو، و سوم همین گزارشی که رسانه آمریکا منتشر کردن برای اینکه او پیگیر بوده که مثل مشاور اول امنیت ملی آقای ترامپ که محکوم هم شد در دادگاه سعی کنه فتح‌الله گلان رو به ترکیه بازگردونه. در نتیجه این سوال‌های جدی رو برانگیخته که چه ارتباطی وجود داره، به خصوص با توجه که آقای ترامپ هم خودش یک برج در استانبول داره و سوال‌های بسیار وجود داره در مورد اینکه رابطه مالی و منافع شخصی آقای ترامپ و وکیلش چقدر ممکنه در این تصمیمی که در مورد خروج از منطقه گرفتن تأثیر داشته باشه. این پرسش‌ها خیلی مهم‌تر و اصلی‌تر شده بعد از انتشار این گزارش هایی که در مورد رابطه آقای جولیانی وجود داره. حسین آقایی با ماست، پژوهشگر روابط بین الملل از ازمیر ترکیه. آقای آخرین خبرها نشون میده که مذاکرات بین آقای مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا و آقای اردوغان در آنکارا آغاز شده. چه فکر میکنید باید خروجی از این مذاکرات رو انتظار داشته باشیم؟ من ابتدا اشاره کنم دقایق پیش که من چک میکردم ظاهرا مذاکرات آقای اردوغان و آقای پنس تمام شده. مذاکراتی بوده 1 ساعت 40 دقیقه به طول انجامیده و الان ظاهرا آقای اردوغان به همراه هیئتشون دارن با هیئت آمریکایی در ابعاد وسیع‌تر با آقای پومپئو و دیگر اعضای هیئت آمریکایی دیدار میکنن. هنوز نمیشه قضاوت کرد، ولی خب به هر حال همونطور که آقای کلباشی هم اشاره کرد فعلا الان آقای ترامپ با توجه به اینکه آقای اردوغان در تماس تلفنی که باهاشون داشتن قبل از این دیدارها آقای اردوغان رسما مخالفت کرده بود با اعلام آتش بس و توقف عملیات در شمال سوریه، الان آقای پنس اعزام شده به آنکارا و خواسته اصلی آمریکا این هستش که ترکیه بیاد این عملیات رو متوقف کنه. ولی من فکر می‌کنم بسیار بعید هستش که در بعد عملیات های نظامی که ترکیه انجام میده با توجه به اون نامه‌ای هم که دیروز فاش شد که با اون در واقع الفاظ غیر متعارف و غیر دیپلماتیکی که آقای ترامپ آقای اردوغان رو خطاب داده بود بخواد به این سرعت در واقع یک سازش حاصل بشه. من فکر می‌کنم در بود اگر قرار باشه که ترکیه یک سازشی بکنه در بود منطقه میدانی در منطقه در شمال سوریه خواهد خواست از آمریکا که نیروهای یگانه مدافعه رو کامل خرسرا کنه و اونها رو به حداقل عمق 30 کیلومتر اونها عقب بکشن. این بعید به نظر میرسه به این سرعت انجام بشه و شاید در بود فراتر از مسئله سوریه امتیاز بزرگی رو ترکیه از آمریکا بخواد، مثلا استرداد گولن که اونم به نظر نمیرسه که خیلی سریع انجام بشه. ولی فعلا باید منتظر باشیم ببینیم که نتیجه مذاکرات به طور رسمی چه خواهد بود و مهمتر از همه دیداری که آقای اردوغان با آقای پوتین خواهد داشت در 22 اکتبر 5 روز دیگه دقیقاً به روسیه خواهد رفت و نهایتاً دیداری که آقای اردوغان در واشنگتن با ترامپ خواهد داشت در 13 نوامبر. فعلا یک بُعد دیپلماتیک بسیار گسترده است تلاش‌ها و نمی‌شه به صورت قضاوت کرد. همونطور که شما هم گفتید موضوع استرداد آقای گلن یکی از مسائلی است که در واقع وکیل شخصی آقای ترامپ هم دنبال اون بوده. گزارش‌ها نشون میده که این مسئله تایید شده. اما فکر می‌کنید تا زمانی که اون دیدارهایی که شما گفتید شکل بگیره چه چیزی بتونه متوقف بکنه آنچه رو که در واقع کردها داره برشون میگذره؟ اصولاً فکر می‌کنید آیا روسیه و همراهیش با دولت سوریه بتونه کم و بیش آنچه رو که داره در شمال
سوریه اتفاق میفته متوقف کنه؟ ترامپ صراحتا گفت مشکلی که ما الان در سوریه داریم میبینیم به مشکلی هستش بین سوریه و دولت ترکیه، به ما یعنی آمریکا هیچ ربطی نداره. مجددا هم در همون مصاحبهش به صراحت گفتش که با این مسئله که روس‌ها بخوان به واقع کمک کنن به سوریه برای حل فصل مناقشات خودشون با ترکیه با این مشکلی نداره. یعنی آمریکا داره توپ رو در زمین روسیه میندازه که شاید روسیه بتونه به حل مناقشات و کاهش تنش کمک بکنه. همین هم میدونیم که اینو هم میدونیم که چند روز پیش یک توافق بین کردها و دمشق انجام شد با میانجیگری روسیه و روس‌ها دارن تلاش میکنن که به ترکیه بگن که راه حل مبارزه با یپگه از دمشق میگذره از طریق مذاکره با اسد. نکته‌ای که وجود داره اینه که روس‌ها عملاً دست ترکیه رو یا پیش دستی کردن، دست ترکیه رو بستن، نیروهای ارتش سوریه در مناطق مثل حسکه، قامیشلی، رقه، مندج، اینا نقاطی هستش که توی اون حوزه میدانی منطقه حائل ترکیه قرار داده، اینجا قرار گرفتن و یک به نوعی دارن مجبور میکنن، مجاب میکنن که دولت آقای اردوغان رو که بیاد با اسد سازش بکنه. یعنی نکته اینجاست، گره کار اینجا هست که آیا در دراز مدت بالاخره آقای اردوغان به این نتیجه خواهد رسید که با اسد مذاکره بکنه؟ اگر بشود ممکنه که این مسئله تا حدی بشه حل بشه، ولی اگر این مسئله رخ نده من گمان میکنم که ما شاهد تنش‌های بسیار بیشتری خواهیم بود در شمال سوریه. ولی بازم اشاره میکنم سفر آقای اردوغان به مسکو، دیدارش با و دیدارش با پوتین و مذاکرات آقای اردوغان با ترامپ در 13 نوامبر در واشنگتن بسیار حیاتی است. ممنونم. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل از ترکیه. به میانه برنامه رسیدیم، نگاه بکنیم به عناوین مهم خبری روز. منبعی در دولت عراق به بی بی سی فارسی گفته بغداد مدیر آمد نیوز را دستگیر کرده و به ایران تحویل داده. با وجود سفر هیئت بلندپایه آمریکایی به آنکارا، اردوغان همچنان بر ادامه عملیات نظامی در شمال سوریه پافشاری می‌کند. در ادامه برنامه، میزبانی تاجیکستان از اهالی فرهنگ و هنر کویت. مذاکره کنندگان بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر یک توافقنامه برگزیت جدید به توافق رسیدند. این توافقنامه برای نهایی شدن باید به تصویب سران اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا و مجلس بریتانیا برسد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا این توافق را توافقی عالی خوانده که کنترل امور را به بریتانیا برمیگرداند و رئیس کمیسیون اروپا از آن به عنوان توافقی منصفانه و متوازن یاد کرده و گفته نیازی به تعویق دوباره برگزیت در پایان ماه میلادی جاری وجود ندارد. با این همه احزاب مخالف دولت بریتانیا و یک حزب متحد دولت گفتند با این توافق تازه مخالفند. بهرنگ تاجدین خبرنگار ما از بروکسل با ماست. بهرنگ، همونطور که گفتیم آقای جانسون شاید اون در واقع واکنشی رو که از احزاب مخالف یا حتی همپیمان خودش دی یو پی انتظار داشت در لندن نگرفته. دقیقاً از وقتی که اعلام شد که دو طرف به توافق رسیدن و شاید از حتی ساعت‌های قبل از اون و روزهای قبل از اون خیلی ماشین حساب برداشته بودن، داشتن حساب می‌کردن ببینن که آیا چنین توافقی در پارلمان بریتانیا به تصویب نماینده‌ها میرسه یا نه. اگه خاطرتون باشه ما یک سال پیش هم در همین شرایطی در شرایطی خیلی شبیه به این بودیم. اون موقع ترزا می نخست وزیر وقت بریتانیا با وجود همه بدبینی‌ها نسبت به احتمال رسیدن به توافق بالاخره به یک توافقی رسید، ولی وقتی بردش مجلس سه بار پشت سر هم شکست خورد، دفعه سوم با اختلاف 58 رأی. مسئله داستان اینه که اگر آقای جانسون نتونه حزب دی یو پی، این حزب پروتستان های ایرلند شمالی که متحد دولتن، نتونه نظر اینها رو جلب کنه، ممکنه یه سری از نماینده های حزب خودش هم باز هم به این توافقنامه رأی ندن و احزاب مخالف هم تا الان فقط شاید یکی دو نفر از کسانی که دفعه های قبل به توافقنامه قبلی رأی داده بودن، در واقع مخالفت کرده بودن، گفتن که ممکنه به این توافقنامه رأی بدن، اونم فقط گفتن ممکنه. در نتیجه کار برای آقای جانسون خیلی سخته. تنها نکته مثبتی که شاید توی چند ساعت گذشته اتفاق افتاده حرفای ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپاست که بازوی اجرایی اتحادیه اروپاست و آقای یونکر گفته که با به تعویق افتادن مجدد برگزیت مخالفه.
دولت بوریس جانسون فکر میکنه تا وقتی که امکان به تعویق افتادن برگزیت وجود داره، مجلس فعلی بریتانیا بالاخره تصمیم نمیگیره و همینجور فقط تصمیم رو به تعویق میندازن اگر که مجلس بدونه که نمیتونه مجدداً برگزیت رو به تعویق بندازه، اون موقع سه تا گزینه داره: قبول کردن این توافق، خروج بدون یک توافق نامه در پایان ماه اکتبر، یا اینکه کنسل کردن و لغو کلی برگزیت. و اون موقع است که نماینده‌ها از نظر دولت مجبور میشن که بالاخره تصمیم بگیرن. ولی اصولا همین تهدید اتحادیه اروپا که گفته حاضر نیست که تمدید بکنه دیگه این تعلیق رو، ممکنه که به نوعی در واقع نماینده های مجلس بریتانیا رو قانع بکنه که به هر حال با هر چی که هست رأی بدن و با اون خارج بشن اگر کوتاه بفهمن. دقیقاً، ولی دو تا مسئله هست. یکی اینکه تصمیم گیری در مورد به تعویق افتادن برگزیت در نهایت دست ژان کلود یونکر نیست، دست سران 27 کشور دیگه عضو اتحادیه اروپا است. و نکته دوم اینه، شما فرض کنید که آقای جانسون مجبور بشه تقاضای تعویق بده و بعد اون موقع اتحادیه اروپا بگه نه، چه اتفاقی میفته؟ این ظاهرش اینه که اتحادیه اروپا داره یک کشور عضوشو علارغم خواست اون کشور به زور بیرون میکنه. در نتیجه اون یه همچین کاری هزینه سیاسی داره برای اتحادیه اروپا، اون هم فاکتوریه که تا امروز تغییری نکرده. ممنون ازت بهرنگ. بهرنگ امروز در واقع نشست اتحادیه اروپا رو هم دنبال خواهد کرد و در بخش‌های بعدی خبری حتما به ما اطلاعات بیشتری خواهد داد. یوناما، دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان، میگوید در 9 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 2500 غیر نظامی در این کشور کشته شدند، 5600 نفر هم در همین مدت زخمی شدند. در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که تلفات غیر نظامی در 3 ماه گذشته در مقایسه با زمان مشابه پارسال 42% افزایش یافته. خبرنگار ما روبین رهنوش از کابل با ماست. آمار و ارقام اصلاً خوب نیست، یعنی نشون میده که به لحاظ امنیتی شرایط بدتر و بدتر شده، به خصوص برای غیر نظامیان در افغانستان. بله مجید، همونطور که گفتی غیر نظامیان در افغانستان 9 ماه دشواری را سپری کردند و چنانچه ملل متحد در گزارشش گفته که این 9 ماه را به نحوی مقایسه کرده با 9 ماه سال 2014 و گفته که آماری که در این نوما ثبت شده، آسیبی که در این نوما غیر نظامیان دیدن، آسیبی بلندی است که در اون در سال 2014 دیده بودند. چنانچه 42% تلفات غیر نظامیان در مواد انفجاری و انتحاری بوده و در درگیری های زمینی هم 29% تلفات غیر نظامیان هست و همینطور حمله های هوایی هم، تلفات ناشی از حمله های هوایی هم 11% و عناصر ضد دولت 62% تلفات از طرف. ظاهراً صدای فهم کنم ارتباطمون قطع شد با روین، سعی خواهیم کرد در بخش بعدی خبری قطعاً با او بیشتر صحبت کنیم. اما بریم سراغ خبری از تاجیکستان. تاجیکستان برای اولین بار میزبان اهالی فرهنگ، ادب و هنر کویت است. یک سال و نیم پیش هم روزهای فرهنگی عربستان سعودی در تاجیکستان برگزار شده بود، در حالی که همکاری‌های سیاسی و فرهنگی تاجیکستان با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حال گسترش است. 4 سال است که این کشور با ایران رابطه چندان خوبی ندارد. خبرنگار ما سهراب ضیا از شهر دوشنبه در این باره گزارش می‌دهد. نوایی آهنگ‌های محلی کویت در تئاتر اپرا و باله شهری دوشنبه. این نخستین بار است که یک گروه موسیقی از کویت به تاجیکستان آمده. حدود 25 سال پس از برقراری روابط دیپلماتیک میان این دو کشور، این گروه موسیقی که همه خوانندگانش زن هستند، به جز دوشنبه در شهر نارک در جنوب شرق پایتخت تاجیکستان هم برنامه اجرا کرد. سازهای ضربی کویتی ها با سازهای ضربی کشورهای دیگری جهان از جمله تاجیکستان همخوانی دارند. الإيقاعات الكويتية. دستگاه‌های موسیقی کویت با دستگاه‌های موسیقی جهان همخوانی دارند. ما در کنسرت‌هامون از گونه‌های مختلف موسیقی وام می‌گیریم. وقتی در کشورهای مختلف جهان کنسرت برگزار می‌کنیم و ساز می‌زنیم، همه افرادی که ما رو می‌بینن از اون لذت می‌برن، چون بخشی از موسیقی خودشون رو در موسیقی ما می‌شنون.
در محل برگزاری روزهای فرهنگ کویت در تاجیکستان به جز برگزاری کنسرت، عکس‌های از روابط سیاسی دو کشور و آثار برخی نقاشان کویتی هم به نمایش درآمده. وزیر فرهنگ تاجیکستان و سرپرست هیئت کویتی همکاری‌های فرهنگی را پول برای گسترش روابط دو کشور در عرصه‌های دیگر خواندند. امروز یگان محدودیت نیست، توجه مردم در مجموع خیلی زیاد است با دنیای عرب و این یگان با منفعت کار است. روزهای فرهنگ کویت در تاجیکستان در حال برگزار می شود که قرار است در روزهای نزدیک این مسجد نو در شهر دوشنبه افتتاح شود. بزرگترین مسجد در آسیای میانه که با 70 میلیون دلار سرمایه دولت قطر، کشور دیگری خلیج فارس بنیاد شده. برخی بر این باورند که در چند سال اخیر کشورهای عربی روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود با تاجیکستان را به طور چشمگیر گسترش دادند. این در حالی است که حضور ایران در چهار سال اخیر در تاجیکستان بسیار کم رنگ شده. اما در این محفل مشترک شاعران تاجیک و عرب، به جز زیاد بودن واژه‌های عربی در زبان فارسی، بر مشترکات زیادی فرهنگی، ادبی و علمی تاجیکستان و کشورهای عربی نیز تاکید شد. بعد فتوحات اسلامی که در ماورانه رو خراسان جاری شد 1400 سال پیش از این، ما به همدیگر یک فرهنگ و یک ادبیات ساختیم، یک علم داریم. تمام عالمایی که مثلا امروز در عرصه بین الملل همچون عالمان عرب شناخته میشه، همچون عالمان اسلام مسلمان شناخته میشه، همش اصلش تاجیک هستن، از این منطقه ما هستن. امام بخاری، امام ترمذی، مثلا ابن سینا، ابو حنیفه نعمان. روزها مسئله دارند. هر کسی پول زیافت را بدهد، موسیقی را نیز اسفارش می دهد. چون این به نظر می رسد که در مرحله کنونی این سخن بیشتر نشان دهنده روابط تاجیکستان با جهانی عرب است. چون این روزها اقتصاد تاجیکستان بیشتر به سرمایه کشورهای عربی نیاز دارد و این کشورها هم به جای پای بیشتر در تاجیکستان. سهراب زیا، بی بی سی، دوشنبه. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری. تا دقایق دیگه با خلاصه خبر با شما خواهیم بود.